تاب زدگی در مصرف لوازم آرایشی بهداشتی و نوشابه و قند و نانند. البته به غیر از اینکه رکورددار گران شدن ناگهانی برخی از اجناس هستیم، حساب و کتابای عید رو یه جورای جمع و جور میکنی که یه دفعه میبینی پیامکی برات میاد به این مضمون که آقای فلانی تو که وضع مالی توپه، با زبون خوش بیا از یارانه گرفتن انصراف بده. البته وضع مالیت خوب هم که باشه شب عیدی برق میگیرتد، چه برسه که اوضاع تعریفی نداشته باشه. به نام خدای مهربان و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام، شبتون بخیر. به 23 آخرین پنجشنبه سال 90 خوش اومدید. 5 روز مونده به بهاری شدن زمستان، مردم شال و کلاه کردند و دل به جاده ها زدند. با سرازیر شدن خودروهای چمدون به سقف، به خروجی های پایتخت دور اول سفرهای نوروز 91 رسما شروع شد تا شهرهای خوش آب و هوا و زیارتی کشورمون خودشون رو برای روزهای شلوغتر آماده کنن. سفر تشریف میبرید؟ بله. کجا انشالله؟ آلوس. یه روستا هستش، روستای کوچولو. اونجا یه جای کوچولو داریم، لشت و همدان، کلاردشت بریم خانم. انشالله از سمت شمال به سمت مشهد، تبریز، بیجار انشالله. تصاویر ارسالی از بعضی جاده های کشور و حجم بالای خودروها در روز اول سفرهای نوروزی نشون میده که مامورای راهداری، پلیس و امدادگرا عید امسال روزهای پرکاری رو در پیش دارند. البته از اون طرف نون رستوران های سر راهی و مسافرخونه ها و هتل ها حسابی در روغنه. غیر از جاده ها، راه آهن هم از امروز با 2 میلیون مسافری که قرار عید امسال با قطار جابجا بشن حسابی پرتردده. ایدی پلیس به صاحبای خودروهای توقیفی. بنا به دستور صدر فرمانده محترم ناجا، کلیه خودروهای توقیفی که توسط پلیس توقیف شده و منع قضایی نداشته باشند از امروز و روز جمعه، شنبه و یک شنبه کلیه ستادهای ترخیص ما باز هستند. مردم عزیزمون میتونن مراجعه بکنن و با عقص تعهدی که صورت میگیرد که انشالله شاهد هیچ گونه تخلفی نباشیم، خودروهاشون بازگردانده میشه و انشاءالله میتونن که در این ایام از خودروهاشون استفاده بکنن. یک روز عمرانی برای خوزستان. در این آخرین روزهای سال 90 رئیس جمهور به همراه تعدادی از وزرای کابینه به خوزستان رفت تا خبرهای خوشی به خوزستانی ها بده. تحویل 10444 واحد مسکن مهر در سراسر خوزستان، بهره برداری از پل 8 و استادیوم 50000 نفری و پیست دوچرخه سواری اهواز که چهارمین پیست دوچرخه سواری کشور، خوشترین این خبرها بود. آقای احمدی نژاد که در این سفر سرزده به آباد رفته بود، با حضور در منطقه عملیاتی که طلایی پاستگاه زید به یادمان شهدای عملیات رمضان ادای احترام کرد. بازدید سرزده، سنت حسنه‌ای که بعضی مسئولین از اون استفاده می‌کنن، این بار استاندار فارس در اداره منابع طبیعی. آقای بشری، مواردی که دارید در رابطه با منابع طبیعی شما هم بنویسید، آماده تایپ شده یه جلسه یا امروز یا فردا من میام تو استانداری بزنم بشینیم با هم حلش کنیم. نه، مورد که برای من و شما نیستش که برای آقای مبشری برای من و شما که بله مورد نیستش که ما پشت میزمون نشستیم یه دونه می‌نویسیم برو اینو برده بیار. این ارباب رجوع بیچاره است که از جواد بره مثلا شهرستان. مشکلتون چی بود؟ مشکلون پروانه می برای مجتمع دامدار علیواد که بین بیت حدود 40-50 نفر بودیم که به عنوان نماینده چینج بودن و کارم الان رو رفت. مشکل ما پروندهمون بود. آسمون 4 روز مونده به بهار حسابی گرد و خاک کرد. وزش باد شدید امروز در اکثر نقاط کشورمون محسوس بود. در اصفهان تندباد 130 کیلومتری اتوبوس و مینیبوس مسافری رو با 52 مسافر واژگون کرد. این اتفاق 3 مسافر رو راهی بیمارستان کرد و جون یه نفر رو گرفت. باد 90 کیلومتری در اردبیل هم حسابی گرد و خاک کرد و علاوه بر قطع برق و تلفن بعضی مناطق، وسعت دید رو به 1 کیلومتر رسوند. در گلستان هم با دست به دست هم دادن باد و بارون شدید یکی از رودخانه ها طغیان کرد و جون یک نفر رو گرفت. رد پای باد شدید در زنجان، قزوین، مرکزی، یزد، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان هم با کاهش دید و گرد و غبار دیده میشه.
با این تغییرات نرخ دیه وضعیت بیمه خودروها چطور میشه؟ اگر چنانچه کسی مثلا در اردیبهشت ماه سال 90 بیمه نامه دریافت کرده باشه بر اساس 45 میلیون تومان و 60 میلیون تومانی که جناب عالی هم اشاره کردید، از 1/8/90 تا پایان سال مشمول پوشش بوده ولی وجهی پرداخت نکرده، اما این تا پایان ساله فروردین و اردیبهشتش فاقد اون پوشش است، لذا حتما باید ایشون مراجعه بکنه از 1/1/91 الحاقیه جدید رو براش صادر بکنن. اگر کسی الحاقیه 1/8 به بعد رو گرفته باشه در حدود 100 یا 100 خوردی هزار تومان باید برای 1/1/91 به بعد رو باید پرداخت کنه. شاهین در ضیافت پنالتی هم نتونست استقلال رو شکاف میزنه و توی دروازه استقلال قهرمان جام حذفی میشه. 120 دقیقه نبرد استقلال تهران با شاهین بوشهر برای رسیدن به جام حذفی نتیجه‌ای برای طرفین نداشت و کار به پنالتی کشید. اینجا بود که استقلال تهران بالاخره تونست رقیبش رو 4-1 شکست بده و برای ششمین بار جام قهرمانی رو بالای سر ببره. این برد عنوان اولین نماینده ایران در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا رو هم به نام استقلال زد. سیگنال رسانی دیجیتال زیر چتر فناوری ایرانی. سامانه تلویزیون دیجیتال در 5 مرکز مازندران، گلستان، خراسان شمالی، آبادان و کیش هم به بهره برداری رسید تا از این به بعد همه مراکز استان‌ها از حق دیدن تصاویر با کیفیت و شبکه‌های بیشتر برخوردار بشن. بسیاری از این فرستنده‌ها رو امروز در داخل کشور می‌سازن. در این حوزه ما خودکفایی ارزشمندی پیدا کردیم. اینها رو میتونیم با قیمت ارزانتر و حتی به لحاظ کیفی نسبت به بسیاری از کشورها این رو صادر کنیم به دنیا. کار بسیار مهمی بود چون سیستم MPEG-4 پیشرفته ترین سیستم الان در حوزه سیگنال رسانی دیجیتال هست. بسیاری از کشورهای مدعی در این حوزه کماکان سیستمشون MPEG-2 هست که یک مرحله پایین تر به لحاظ فناوری، لذا پیچیدگی فناوری بالا بود و به خصوص به لحاظ کمی با گستره عریض جغرافیایی که ما در کشور داریم خود پروژه کار بسیار بزرگی بود. رئیس رسانه ملی قول داده با سرمایه گذاری بیشتر سیگنال های دیجیتال رو به همه شهرها و روستاهای کشور برسونه. تئاتر در شرایط سخت. این بار سختی شرایط برای شهرهای دورافتاده و محروم نیست. اینجا یکی از سالن‌های نمایش تئاتر شهر تهران. هم اینجا اتاق نور این سالن دکوره دیگه. بله. شما چجوری قطع و وصل می‌کنید؟ چجوری متوجه می‌شین که نمایش الان تمام شده یا شروع شده؟ منتظر می‌مونیم که کیو بذارین، بچه‌ای که کل می‌کشن. من اینجا نورو با این قطع می‌کنم. می‌کشم. قطع میشه بعد. چون بعد ستاره رو با هم بکشیم. یه نفری نمیشه، حتما کارگر رو باید بیاد یکی از برقا رو بکشه، من دوتا رو با هم و موقعی زدم هم موبایلمون رو بگیریم که بدونیم که قشنگ سریع و به موقع جا بره. تو سالن ساخت دکور به دیدن این نمایش براتون جذابیت داشت؟ یه مقدار سختی داشت دیدنش، هوا سرد بود و جا کم بود و همه سردشون بود، میلرزیدم واقعا بعضی از بچه‌ها. ما خیلی سعی کردیم که در واقع حالا با رایزنی‌ها و صحبت‌هایی که داشتیم با مسئولین محترم حداقل سعی کنیم که یک فضای درخور اجرا رو اینجا آماده کنیم برای تماشا، اما یه مقدار با بیمهری دوستان مواجه شدیم. میلیون ها سوری برای سوریه. مردم سوریه امروز و در سالگرد شروع نارامی ها در این کشور یه بار دیگه با اومدن به خیابون ها ضمن محکوم کردن آشوب ها و دخالت های خارجی در کشورشون بر حمایت از دولت بشار اسد تاکید کردند. راهپیمایان سوری با در دست داشتن پرچم سوریه و پرچم حزب الله لبنان به عنوان نماد مقاومت در منطقه در 4 گوشه سوریه از جمله شهرهای دمشق، ترتوس، حلب، السویدا و الحسکه شعارهایی را در محکومیت تروریست ها سر دادند. ابتکار ارتش امریکا برای مقابله با معترضان.
ابتکار یه سلاح الکترومغناطیسی شبیه به یه ماشین کاملا جنگیه که با شلیک تشعشعات الکترومغناطیسی موجی شدید از حرارت رو سر و بدن هدف می‌ریزه. قربانی این سلاح یه دفعه احساس می‌کنه جلوی تنور داغ و فرار رو به قرار ترجیح میده. تشعشعات این سلاح نامرئی، بی صدا و بی بوئه و میتونه از 1000 متری هم معترضا رو نشونه بره. ارتش آمریکا از 15 سال پیش روی این سلاح هزینه گذاشته و حالا که جریان‌های اعتراضی مثل جنبش ضد سرمایه داری سرباز کرده، محل استفاده این سلاح پیدا شده. سلامی، امشب با یه گینس ایرانی به 23 اومده. اینجا محل برگزاری رقابت‌های جهانی پاریس. لحظه تاریخی در وزنه برداری جهان. بهداد سلیمی و شکستن رکورد یک ضرب جهان. شکسته شدن رکورد یک ضرب جهان به دست جوان دلاور ایران. حالا بهداد با بالا بردن وزنه ما را رکورددار می کند. جراحان بینی با بالا بردن نوک بینی و گروهی هم در جراحی چشم، اون هم 450 عمل جراحی چشم در یک روز. 31 تا خانم دکتر انجام بده. تو میرسین 31 رو تو یه روز. کیلو ما تا 4 و 5 تموم میکنه. ایرانی ها رکورددار رشد شتاب علمی در جهانند و البته رکورددار شتاب زدگی در مصرف لوازم آرایشی بهداشتی و نوشابه و قند و نانند. نون بگیرن. دکتر شیخ الاسلام رکورددار اهدای خون در جهان. سلطان اهدای خون ایران تا کنون 190 بار اهدای خون کرده است. حالا یکی خونش را اهدا می کند و رکورددار می شود. یکم مثل حمید مایی صفت 3 میلیون کتاب آموزش نماز اهدا می کند و رکورددار می شود. یکی هم با دستانش رکورد می زند، مثل این جوان ایرانی که 1100 کیلومتر خلیج همیشه فارس را طی می کند و رکورد گینتس را می شکند. رکورد زدن در ایران سن و سال نمی شناسد. پیرمردی 70 ساله با دست و پای بسته ما را رکورددار می کند. آقا بگو بیا بالا. دیدونو مثل که تای آب جا گذاشته. چی بود آقا؟ دندونمه. یکی هم با سر و پایش مثل علی خان دایی که بیشترین گل ملی را در تاریخ فوتبال جهان زده. اون هم 109 گل ملی. البته علی آقا کلن به شکستن رکورد علاقه بسیار زیادی دارد، چون که دایی توی تساوی کردن هم رکورد دار است. شما گل زدید تو این بازی، حالا آمادگی دارین که دوباره برگردین به میدان فوتبال؟ انشالله اگه یه 10 سال تمرین کنم یه 30 کیلو کم کنم حتما. یکی با توپ فوتبال ما را رکورددار می کند، یکی هم با توپ تنیس. این جوان ایرانی در یک دقیقه 144 بار با توپ تنیس رکورد سرعت را ثبت می کند. مرد یخی ایران هم در مدت 135 دقیقه در یک غار یخی ما را رکورددار می کند. ما فقط در ورزش رکورددار نیستیم، بلکه در اقتصاد هم رکورد داریم. البته به غیر از اینکه رکورددار گران شدن ناگهانی برخی از اجناس هستیم، ما رکورددار رشد تولید فولاد خام، بازدهی بورس، صادرات غیر نفتی و سدسازی هستیم و هیچ سدی نمیتواند جلوی پیشرفت‌های ما را بگیرد. اما وقتی برخی از این رکوردها را میشنویم، تک تک سلول‌های وجودمان به حرکت می‌آیند. ما رکورددار در پیوند سلول‌های بنیادی هم هستیم. احسان قائم مقامی، استاد بزرگ شطرنج ایران، با کیش و مات کردن 590 شطرنج باز در یک روز رکورددار می شود. دانشمندان و متخصصان ایرانی سالهاست با کیش و مات کردن خیلی از کشورهای غربی رکورددار انحصار شکنی هستند. انحصار شکنی در سوخت هسته‌ای، انحصار شکنی در پرتاب ماهواره‌ها، انحصار شکنی در تجهیزات پزشکی و داروها. ما رکورددار مصرف خودسرانه داروها هم هستیم. اما ما رکورددار در چیزهای دیگری هم هستیم که جایی ثبت نشده است. ما رکورددار در تصادفات، در ترافیک، رکورددار در آلودگی هوا و آلودگی صوتی، رکورددار در وجود گرد و غبار در برخی از شهرهای کشورمون هستیم. و البته ما رکورددار ایستادگی و مقاومت در برابر تهدیدها و تحریم‌ها هستیم و ما رکورددار هوش و استعداد هستیم، که البته اگر سزارین که این روزها دارد رکورد میزند اجازه دهد. نادر و سیمین با جدا شدن از هم مشهور شدند، لاله و لادن با چسبیدن به هم مشهور شدند. از این دو قلوها گفتیم، اینها هم دو قلوهای وحید شمسایی هستند. بابای دو قلوها رکورددار گل ملی در تاریخ فوتسال جهانه با زدن 322 گل. کلن ایرانی ها گل زیاد میزنند. در راهپیمایی 22 بهمن ماه، در حماسه نو دی، در روز قدس، در انتخابات های مختلف فراوان گل میزنند و نمونه اش در 22 خرداد ماه سال 88 در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایرانی ها 85% گل زدند.
و همین چند روز پیش هم فراوان گل زدند. در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 64.2% مردم گل زدند. آقا پیروزی منم در انتخابات. آرزو دارم که همونطور که تونستیم دو دوره اول انتخابات مجلس نهم این رکورد رو بزنیم، تو دوره دوم انتخابات هم این رکورد رو ما بزنیم. آرزو دارم تو سال 91 که توی ازدواج جوونا رکورد بزنیم ما. من آرزو میکنم که تو سال 91 علاوه بر علم و فناوری رکورد بزنیم، علاوه بر علم پزشکی رکورد بزنیم. آرزو داریم ان شاءالله تا سال 91 رکورد بزنیم توی ارزون شدن کالا. همسن و سالای خودم به موفقیت کامل برسن، علل خصوص تو حوزه درس و تحصیل. آرزو دارم تو سال 91 تو اشتغال زایی و خونه دار شدن رکورد بزنیم. ان شاءالله سال 91 که بریم جام جهانی فوتبال خوبی داشته باشیم. سال نو مبارک. این روزا خیلی از شما هموطنان عزیز دارین برای همدیگه پیام تبریک سال نو رو میفرستید. پس بد نیست این رو هم بدونید که ما در ارسال پیامک هم رکورد داریم، چرا که در روز ایرانی ها 60 میلیون پیامک برای همدیگه ارسال میکنن. ما همینجا حضوری بهتون میگیم سال نوتون مبارک. خب نجف زاده هم در این پنج شنبه آخر سالی با یه گزارش پست مدرنی به 23 اومده. شوق یک خیز بلند از روی بطه‌های نور. چهارشنبه سوری تمام شده و حالا یک گدای موبایل دار اعصابش خط خطی است. ماهی قرمز 80 ساله خواب میبیند کبوتر شده. عید کسی ندارد که پله‌های دادگاه را هی بالا و پایین میرود هی. تو بگو دیگر چه کسی الان عید ندارد؟ چطور نداشته باشن؟ همه نوروز دارن دیگه. مالا نمیدونم کی عید ندارن. اونایی که درآمدشون از خط فقر کم پایین تر باشه. طبقه سه. هر کی پول نداشت من باید را بده. عید کسی ندارد که قاشق قاشق عاشق شده. سلام آقا بادم خوبی؟ الله اکبر. عید رسیده و مادر نماز میخواند. تو دست میبری مهرش را برداری قایم کنی. الله اکبر. تو یادت میافتد با همین پیک شادی ها عید را به سر می کردی. عید تکرار رابین هود بود. رابین هود همان اول فروردین. عید از راه برسد 13 بدر هم دارد. دختر خاله و پسر دایی و همه هستند. تو یادت میافتد شاخه قرنفلی بر سر خاک جوانمردی ببری بد نیست. یادت میافتد ما کلن همین جوری زمستون رو سر میکنیم. عید رسید به نام خدا. خستگیم و در میکنم. پرونده سال 90 صرفاً جهت اطلاع هم امشب با یه سری حلالیت به آخر میرسه. سلام، 72 صرفاً با آخرین برنامه سال 90. 72 هفته بالاخره عمر کمی نیست، اونم برای موجود مردم آزاری مثل صرفاً. ممنونیم از بابت همه لطفهاتون، شکایتاتون، گلایهاتون، تلفونایی که زدید به رؤسای ما و البته حمایتاتون. ممنون. جلسه سوال مجلس از رئیس جمهور بسیار هم خوب بود، خیلی هم عالی بود، منتها نه از این بابت که چیزی دست مردم رو بگیره، از این بابت که همه دوره هم بودیم، خندیدیم، خیلی هم خوش گذشت. سوالات که از فرط کلی بودن تنه میزد به فلسفه، جوابها هم که یه چیزی بود در مایه های منطق ارسطویی. ما همه سوالات رو به طور کامل پاسخ دادیم، یه مش مطلب اضافه هم نوشتیم. انصافاً یه ذره از 20 کمتر بدید بیمعرفتی و نامردیه. برای تجربه اول لابد خوب بود دیگه. خوبیش اینه که دو طرف مجرب شدن برای سالها و سوالهای آینده.
گویا یک طرح خلاقانه در راهه که زین پس به جای یک خانوم دو خانوم در ادارات دولتی استخدام بشن و حقوقشون با هم نصف بشه. ما که بخیل نیستیم، اما خدا به خیر کنه، چون هر چه باشه این سوالات فعلا بی جوابه. حقوق رو نصف نصف کردید، سرویس رفت و آمد رو چه میکنید؟ خدمات درمانی رو چه؟ اگه کارمند نصفه صبح کارش طول کشید، نصفه بعد از ظهر کجا باید بشینه؟ بین نصفه ها و کامل ها آیا به جز حقوق فرق دیگه ای هم هست؟ خدا وکیلی قبل از اجرای این طرح‌ها همه فکراتونو بکنید که یه فیلم سینمایی دیگه مثل شرکتی ها کلید نخوره. این میکروفونم با ما سازگار نیست. ببینید انصافاً چقدر خوب نکته‌های صرفنی میان دوستان. چه مناسبت اجرای دیگه شما بازار و کارخانه اینقدر اختلاف داره؟ خیلی قشنگه؟ خیلی درجه یکه؟ سمندو خواستیم صادر کنیم که از افتاد کشور نداشتیم. یه جا پیچش ندارن، یه جا مهدش ندارن، یه جا معطل کردن، یه جا کشتی دیر را افتاد. انصافا گل گفتی. خب این حرف ما هم هست، اما اون که باید اصلاح کنه و از رو کیه؟ حرف کردم از خجالت در پیشگاه مردم. شبه عید بگم ما روی پول گران جده زخارم را آزاد کردیم، یه پایین گزارشی که دادن میدیم اصلا پایین نیمده. خلاصه اجازه بدید که ما امروز مقصر را در این پیدا کنیم. خب قیمت خودرو رو که کارخونه برده بود بالا دوباره آورد پایین، ممنون. منتها قیمت خودرو در بازار چی؟ مرغ چی؟ گوشت چی؟ تخم مرغ چی؟ الباقی مقصران کیان؟ کی برخورد میشه باشون؟ این بر سال، اون بر سال، این یکی سال، اون یکی سال. این تصویر رو که دیدیم فوری به سرمون زد، یه نظری روش بذاریم که ای داد ای بیداد، چرا این جلو نشسته، چرا اون عقبه، و همینطور قضاوت و تفسیر پی در پی. منتها یه لحظه تأمل کردیم که نکنه عنصری علتی دلیلی در این ماجرا هست که ما ازش بیخبریم. بعد گفتیم اصلا چه لزومی داره ما درباره هر چیز فوراً قضاوت کنیم؟ از این همه قضاوت روزانه و اغلب عجولانه چه سودی بردیم؟ چند درصدش درست بوده انصافاً؟ اینه که گفتیم اصلا از این سوژه بگذریم. آقا وله رو برید. این نهضت مدرسه خرابکنی هم از اون وقایع نوبره که این ماه ظاهراً به همت مدیران مربوط برای دومین بار به بار نشسته. بهشون گفتم که چرا روزای تعطیل این کارو نمیکنه، آجا به سر بچه‌ها میخوره، که پیمانکارش اومد به من گفتش من از قوه قضاییه نامه دارم دیه میدم، مگه دیه جایگزین بچه میشه؟ خدا قوت که میخواید بزرگ را بزنید، ولی اینجا مدرسه است بالاخره. درسته که آموزش و پرورش زورش نمیرسه، اما انصاف نیست. اغلب برای جواب دادن به مردم هم که یه مدیر میانی رو میفرستید. صرفاً جهت رفع خطر که خدا نکرده قسمتی از محل توی مدرسه نریزه، خودشون مجبور شدن که این محل رو تو این ایام تو این یک روز تخریب کنن. اختیارات لازم به پیمانکار مربوطه داده شده. آخرش هم که همه کاسه کوزه‌ها رو فقط سر پیمانکار میشکنید. یعنی مدیریت شما هیچ سهمی توی این ماجرا نداشته؟ یک دوست زنگ زد و گفت ببینید سایت ارتباطات مردمی رئیس جمهور از 29/11 هنوز به روز نشده، این چه وضعی آخه؟ ما اعتراض داریم، چرا باید این طور باشه؟ حرفاشو شنیدیم، منتها تو دلم گفتم رطب خورده من، رطب کی کند؟ سایت خود ما از 15/10 بخش نظراتش به روز نشده، یک سال قیافش دست نخورده، شده مثل صندوقچه مادر بزرگا. راستی شما درداتونو به صرفن میگید، صرفن بره دردشو به کی بگه؟ داری حساب و کتابای عید رو یه جورای جمع و جور میکنی که یه دفعه میبینی پیامکی برات میاد به این مضمون که آقای فلانی تو که وضع مالی توپه، با زبون خوش بیا از یارانه گرفتن انصراف بده. البته وضع مالیت خوب هم که باشه شب عیدی برق میگیرتت، چه برسه که اوضاع تعریفی نداشته باشه. یارانه ای ها گفتن این پیامک برای برخی ها اشتباه ارسال شده. دوستان انگار غافلن که این مثلا اشتباهات بازی میکنه با وضعیت قلبی برخی ها که از خرج و مخارج زندگی شیش هیچ عقبند. شیش هیچ. سنتی که این آخر سالی همه از هم طلب حلالیت میکنن، ما هم از همه مدیران ارشد، میانی، کوچک، ایکس لارج، دو ایکس لارج، میدیوم، کلهم اجمعین طلب حلالیت میکنیم، اگر به قول آقای لاریجانی از بابت این برنامه سلمه‌ای بهشون وارد شده.
اگر به زبان خوش حلال کردند که فبه ها، اگر نکردند انشالله سال بعد با هم تسویه حساب میکنیم. از طرف همه اونها که روی صحنه جهت اطلاع هستند و همچنین پشت صحنه ها، دستیار، صدا بردار، تصویر بردار، گرافیست، تدوینگر، فنی، غیر فنی، کلهم سال نو رو پیشا پیش تبریک عرض میکنیم و سال خوبی رو براتون آرزو میکنیم. خداحافظ. ممنونی.